با سلام خدمت بینندگان تلویزیون آریا من علی رضا فدایی هستم مشاور امور مالی، سرمایه گذاری و بیمه با قسمت دیگه ای از برنامه های فایننشال سنسه در خدمتون هستیم برنامه این هفته رو اختصاص دادیم به وام مسکن وام مسکن از این لحاظ به نظر من بسیار مهم هستش در کشور کانادا بسیاری از افرادی که در اینجا شاغل هستند مخصوصا در شهرهای اصلی که زندگی بکنید با هزینه های بالای مسکن شما احتمالا آشنایی دارید که رقم هایی که باید برای حالا حتی یک آپارتمان بپردازین بسیاری از عزیزان این مقدور براشون نیست که بیان تمام این رقم رو یک جا به صورت نقد پرداخت بکنن برای همین یک مقداری به عنوان سپرده یا دام یا پیش پرداخت اگر اسمش رو بذارین شما باید آماده داشته باشین این رقم پیش پرداخت اگر حداقل 20 درصد باشه شما 80 درصد دیگرش رو میتونین از مؤسسات مالی مختلف به صورت وام پرداخت بکنید اگر کمتر از 20 درصد باشه شما دیفالت اینشورنس مورگج دیفالت اینشورنس هست اه, که اه, به عنوان یه بیمه ای هست در واقع رقمی هستش که شما باید اضافه پرداخت بکنید روی اون وام مسکنی که میخواید بگیرید در واقع به نحوی این رقم محافظت میکنه اون مؤسسه مالی که داره این وام مسکن رو به شما پرداخت میکنه در اختیار شما قرار میده و این رقم بستگی به این که شما چه مقداری چه درصدی از اون پیش پرداخته برای منزل رو گذاشتین رقمش میتونه متفاوت باشه و این رقم میتونه جمع بشه با اون وام مسکنی که شما دارین پرداخت میکنین و به طول زمان بخواد که پرداخت بشه چند تا اصطلاح اساسی هستش در مورد وام های مسکن که من احساس میکنم که حتما باید بهشون بپردازیم و اینها رو معرفی بکنیم وام های مسکن از این نظر که اون بهره ای که به شما تعلق میگیره و بهره که شما باید روی این وام ها پرداخت بکنین یا بهره ثابت شما دارید که بهش میگن فیکست ریت یا بهره شناور شما دارین که بهش میگن variable rate بهره ثابت یک مثالی من برای شما بزنم در این تو زمان یا ترم مثال ارز میکنم پنج سال که این ترم ها ممکن از یک سال باشه تا ده سال یا مؤسسات مختلف ترم های مختلف یا طول زمان هایی دارن که در طول این زمان شما اون بهرهی که پرداخت میکنین ثابت خواهد بود یکی از طول زمان هایی که بسیار مورد طرفدار هستش طول زمان پنج سال است. به عنوان مثال مؤسسه مالی به شما میگه که شما فیکست ریت دارید بهره ثابت دارین برای پنج سال و بهره شما هستش دو ممیز به عنوان مثال هفت این به این معنی هستش که در این پنج سال این بهره دو هفت درصد شما تغییر نخواهد کرد اما بعد از پنج سال اون موقع باید ببینیم که بهره ها در اون زمان به چه شکل است ممکنه بهره ها بالاتر باشه ممکن بهره ها پایین تر باشه بهره شناور با پرایم ریت تغییر میکنه پرایم رو تعریفش رو به این صورت مؤسسات مالی برای خودشون انجام دادن که نرخ بهره هستش که بهترین مشتریشون رو میان این نرخ بهره رو بهش اختصاص بهره شناور این نرخ پرایم که تغییر خواهد کرد با توجه به شرایط مختلف من جمله شرایط اقتصادی این نرخ شناور به عنوان مثال اگر زمانی نرخ شناوری باشه یا پرایم ریت باشه 3 درصد ممکن مؤسسه مالی بیاد به شما بگه که نرخ شناور ما هستش پرایم منهای به عنوان مثال نیم درصد که حالا اگر از اون زمان پرایم باشه سه درصد سه درصد منهای نیم درصد میشه دو نیم درصد نکته اساسی که وجود داره این هستش که همونطور که اسمش کاملا مشخصه این رقم شناور هست یعنی پرایم اگر بره بالاتر بلتب شما اون بهرهی که روی وام مسکنتون پسنداز میکنید متفاوت خواهد بود و یک نکته بسیار مهمی رو من اینجا باید خدمتون اشاره بکنم مؤسسات مالی مختلف در زمانی که این بهره بالا میره یا پایین میاد به دو صورت بسیار متفاوت با این قضیه برای پرداخت مشتری ها پرداخت مشتری ها برای وام مسکنشون برخورد میکنند یک سری از مؤسسات هستند که میگن آقا پرداخت ماهیانه شما همونقدر یکسان خواهد بود ثابت خواهد بود ولی اگر پرایم رفت بالا و نرخ رفت بهره رفت بالا از اون رقمی که شما ماهیانه دارین پرداخت میکنین مبلغ بیشتریش میره به بهره که شما دارین به اون مؤسسال مالی میپردازین رقم کمتری میره به اون اصل وامی که شما پرداخت میکنین بعضی از موسسات هستن که این نرخ شناور که بالا و پایین میره این رقم ماهیانه شما باهاش تغییر خواهد کرد بسیار بسیار مهمه که این مورد رو در زمانی که اون وام مسکنتون رو اگر وام مسکن شناور میخواین بگیرین از اون موسسه مالی حتما این مورد رو دو مورد دیگه هست که برمیگرده به اینکه چطور این وام مسکن میتونه پرداخت بشه open و closed mortgage ما بهش میگیم اوپن mortgage وقتی که میگیم به طور ساده بگیم شما هر زمانی میتونین این وام مسکنتون رو بدون هیچ گونه پنالتی در واقع پرداختش بکنین کاملا پرداختش بکنین closed که میگن شرایطی داره که شما بخواین پرداخت های اضافی انجام بدین. البته من این رو خدمت شما بگم که بسیاری از مؤسسات مالی به شما این اجازه رو میدن که تا مبلغ 15 تا 20 درصد وام مسکن در سال بتونین شما جا داشته باشین که پرداخت بیشتری انجام بدین بر روی اضافه بر اون رقم حداقلی که شما در ما پرداخت میکنین جا داره من چند نکته بسیار ساده رو برای اینکه شما وام مسکنتون رو بتونین سریعتر پرداختش بکنین خدمتون بگم بسیاری از دوستان پرداخت ماهیانه رو انتخاب میکنن تا جایی که من میدونم اکثر مؤسسات مالی این پرداختها رو شما میتونین هر دو هفته و حتی هر یک هفته انجام بدید به همین دلیل شما تعداد پرداختاتون در اون سال بیشتر خواهد بود و اون جدولی که میتونه مشاوره وام مسکن شما براتون تهیه بکنه میبینید که با همین کار ساده چقدر بهره کمتری شما در طولانی مدت میپردازید یک کار بسیار ساده یه دیگه ای که شما میتونین بکنین معمولا رقم های پرداختی وام مسکن شما یک رقم رندی نخواهد بود مثال ارز میکنم اگر شما پرداخت ماهیانتون هستش 1289 دلار و حالا چند سنت در ماه من فکر می کنم بسیار برای شما راحت خواهد بود که این 1289 دلار رو به عنوان مثال شما بکنین 1300 دلار یا 1350 دلار یا هر چی به راحتی این رقم میتونه باشه روندش بکنین به اولین رقمی که بهش نزدیک هست هر رقمی که شما اضافه بر اون حداقل پرداختی وام مسکنتون پرداخت میکنین این رقم مستقیم میره به اصل وام مسکن شما رو کم میکنه و در طولانی مدت باعث میشه که شما بهره کمتری پرداخت بکنین به مؤسسات مالی. ببینید تمام مؤسسات مالی یک فرمول تقریبا استانداردی دارن که شما رو بخوان در واقع کوالیفای بکنن به قول این طرفی ها که ببینن آیا این وام مسکن رو به شما خواهند داد یا نه و اون رقم اون بدهی های هستش که شما دارین بدهی های ای هستش که شما دارین و با توجه به اون درآمدی که شما در ماه صاحبش هستین بسیاری از موارد مهم اما در این فرمول گنجونده نشده به عنوان مثال اگر شما فرزند داشته باشین و فرزند شما مهد کودک بره اون رقمی که پرداختی ماهیانش هستش هیچ جایی هیچ مؤسسه مالی این قضیه رو از شما نمیپرسه حتی بیمه ماشین رو من اکثر مؤسسات مالی تا اونجایی که دیدم بهش کاری ندارن هزینه های مختلف شما هزینه خورد و خوراک شما شما چقدر مسافرت میخواین برین آیا از بستگانتون از پدرتون مادرتون باید مواظبت بکنین بسیاری هزینه های مختلف هستش که مؤسسات مالی باهاشون کاری ندارن و من این رو به این دلیل خدمتون عرض کردم شما هیچ دلیلی نداره که اون حد اکثر اون وام مسکنی که اون مؤسسه مالی بخ... به شما میخواد پرداخت بکنه شما زیر بار اون حد اکثر به وام مسکن برین برای اینکه به تجربه ارز میکنم وام مسکن شما بخش بزرگی از هزینه های زندگی شما خواهد بود هرچی این رقم ماهیانه بیشتر باشه با توجه به درآمدی که برای بسیاری از افراد یک درآمد ثابتی دارن حالا دو تا همسر که دارن کار میکنن این رقم میاد از موارد دیگه هزینه های دیگهی که شما بودجه میتونین بهش اختصاص بدین کم میکنه اگه مسافرت میخواین برین اگه برای بچهتون میخواین خرج بکنین هر چیزی که هستش میاد از این رقم ها کم میکنه برای همین من بسیار بهش اعتقاد دارم زمانی که میخواین وام مسکنی بگیرید فقط اکتفا نکنید به اون فرمول استانداردی که مؤسسات مالی برای شما جلوی شما میذارن در واقع بیاید خیلی دقت بکنید که هزینه های واقعی شما که زندگی شما رو برای شما لذت بخش میکنه اونها چی هستن؟ واقعا روی اون کاغذ بیارین تمام اون هزینه هایی که به چشم مؤسسات مالی هم ممکنه نیاد و به دلایل مختلف بهش کاری نداشته باشن روی اون حساب برید ببینید که چقدر وام مسکن و چقدر پرداخت ماهیانه هستش که شما میتونین اون رقم رو تا مدت زیادی بتونین پرداخت بکنین و از پسش بردین